همراه شدیم با همکارم مریم رحمتی در نیویورک. مریم، کمتر از 48 ساعت بعد از اینکه جو بایدن کنار کشید از رقابت‌های انتخاباتی، حمایت گسترده چهره‌های سرشناس حزب دموکرات رو می‌بینیم که اومدن پشت خانم کاملا هریس قرار گرفتن. به نظر میاد نامزدی او شاید در کنگره که حضور خواهید داشت اونجا، همایش ملی دموکرات‌ها، بدون تردید تایید بشه. امروز هم دیدم که قراره به میلواکی بره و اولین جلسه‌اش رو، جلسه تبلیغاتیش رو به عنوان کاندید برگزار کنه. بیشتر از تو بشنویم. رضا، یک هفته گذشته حزب دموکرات رو اختلافات فرا گرفته بود و در مقابل دونالد ترامپ شانس بسیار کمی داشت این حزب برای برنده شدن، اما از روز گذشته دموکرات ها به شدت متحد شدن و کلن این حزب یک جان دیگر گرفته و کامالا هریس تا حالا تونسته بالای 231 میلیون دلار برای کمپین جمع‌آوری بکنه، مبلغی که کم سابقه است در این مدت بسیار کم. اما مهمترین خبر اینه که پس از اینکه رقبای احتمالی خانم هریس، قانونگذاران، فرمانداران و گروه‌های دیگه همگی از او حمایت کردند، موجی از تاییدیه‌ها از سوی هیئت‌های ایالتی خانم هریس رو به تعداد لازم آرا برای کسب نامزدی حزب دموکرات رسوند. طبق برآورد CNN، خانم هریس بیش از 1976 نماینده، یعنی بیش از آرای لازم برای پیروزی در اولین دور از رأی‌گیری رو به دست آورده، اون هم در اولین روز کامل کمپین خودش. گفته شده که قرار حزب دموکرات رأی‌گیری رو 7 ماه آگوست که قرار هست همین چند در تقریبا 2 هفته دیگر برگزار بکنه تا کامالا هریس رو رسما به عنوان نامزد رسمی حزب در این رقابت تعیین بکنه، اون هم که بعداً با دونالد ترامپ نامزد رسمی حزب جمهوری‌خواه رقابت خواهد کرد. هریس شب گذشته گفت که حمایت گسترده حزب خود رو به دست آورده و مشتاقانه منتظره تا این نامزدی رو به طور رسمی بپذیره. همزمان نظرسنجی‌ها نشون میده که رقابت میان دونالد ترامپ و کامالا هریس به شدت نزدیکه و از هر 5 دموکرات 5 نفر به کامالا هریس رأی خواهند داد. رأی زنان رضا در این انتخابات بسیار تعیین کننده خواهد بود و متفاوت از رقابت هیلاری کلینتون با ترامپ در سال 2016، چرا که وضعیت زنان در کشور از اون زمان بسیار متفاوت هست و تغییر کرده. به گفته واشنگتن پست، زنان از اون زمان در واقع حقوق خودشون رو از دست دادن، مثل پایان خودخواسته بارداری که در تقریبا 14 ایالت تا حالا ممنوع شده و این برای زنان آمریکا بسیار مهم است. مریم، مرسی از توضیحاتت. مریم رحمتی همکارم در نیویورک.